گزارش ویژه دیروز بخش اول متن کامل دفاعیه مرتزا کازمیان در دادگاه انقلاب که از منظر آموزه های دینی و انجام وظیفه امر به معروف و نهی از منکر به توضیح کنش سیاسی و مطبوعاتی خود پرداخته بود ارائه شد. در ادامه توجه شما را به بخش دوم و پایانی این متن جلب می کنیم. مستقل از این نقطه عزیمت دینی یعنی امر به معروف و نهی از منکر چنانکه که بیان شد این جانب کنش مطبوعاتی و مدنی خود را از منظر تأمین و تحقق منافع ملی و ارتقاء وضع زندگی ایرانیان و کاستن از درد و رنج هموطنان خیش و به مسابه یک حق شهروندی و نیز چونان وظیفه‌ای که مورد تأکید و حمایت قانون اساسی است متحقق و پیگیری کردم. در اصل هشتم قانون اساسی تاکید شده است در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر امر به معروف و نهی از منکر وظیفه است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت صرف نظر از این تصریح در اصل 23 قانون اساسی آمده است که تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و معاخزه قرار داد مطابق نص قانون اساسی به مسابقه میثاق ملی دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است همه امکانات خود را برای تأمین آزادی های سیاسی و مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی و فرهنگی خیش به کار برد اصل سوم قابل توجه است که در اصل نهم قانون اساسی نیز تاکید شده است که در جمهوری اسلامی ایران هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند و جالب تر آنکه در اصل 156 قوه قضاییه موظف شده است که حقوق عامه را احیا و گسترش و عدل و آزادی های مشروع را متحقق کند آیا در مواجهه با کنش مطبوعاتی و اجتماعی این جانب تأکیدات و تصریحات یاد شده مورد توجه قرار گرفته است آیا پاسخ نقدها و یادداشتها و تحلیلها و ارزیابیهای های سیاسی نگارنده حبس و بازداشت نه در سلول انفرادی و بعد صدور قرار مجرمیت است در گزارش تنظیم شده توسط کارگزاران وزارت اطلاعات برای دستگاه قضایی برخی از مصاحبهها و یادداشت‌های مطبوعاتی این جانب مورد استناد قرار گرفته است کاش مجال لازم و کافی برای بازخوانی و تعمل در این موارد بود اما به جهت اختصار تنها برخی تاکیدات خود را در این مصادیق و محتوای اظهار نظرهایم مورد اشاره قرار می دهم و ام امیدوارم درباره آنها داوری منصفانه صورت گیرد تا هنگامی که پاسخی قانع کننده به جامعه مدنی ایران به طور عام و دانشجویان به طور خاص داده نشود و وضع موجود و مستقر تغییری معنادار را جلوگر نسازد انتظار سکوت و تمکین و همراهی داشتن از معترضان توقعی غیرواقعی است بیتوجهی توجهی به ماهیت اعتراض شهروندان بیزار از دروغ و سرکوب و تلاش برای سرپوش نهادن بر مطالبات معترضان و عبور توأم با نخوت از کنار شعارها و خواستهای ایشان بر تنور رادیکالیزه شدن شعارها و کنش خشمالود و نه سکوت شهروندان میدمد باستولید خشونت البته مورد تایید هیچ ایران دوستی نیست و فرجامش بس ناگوار و مبهم می نماید. آیا چشم بینا و گوش شنوایی در حکومت هست که ببیند و بشنود و برای منافع ملی برای رشد و پیشرفت و آبادی ایران و برای رفاه و امنیت و شادمانی و زندگی بی در و رنج ایرانیان تدبیری اوقلایی و شایسته بیاندیشد یادداشت چشم بینایی هست منتشر شده در سایت روز آنلاین هجدهم آذر ماه هشت دلسوزان ایران و وطن دوستان امید به تغییر اوضاع دارند تغییری در اهداف و سیاست ها و دیدگاه های طراحان و سیاست گذاران ارشد نظام سیاسی بلکه از دل آن اندک, اندک جایگاه ایران در نظام بین و ارتقا و ارتفاعی معنادار یابد و بدنجا که شایسته ایرانیان است نزدیک و نزدیکتر شود و این ممکن نیست جز غلبه یافتن اقلانیت و علمانیت و اعتنا کردن به حقوق اساسی ایرانیان یادداشت ویزا منتشر شده در سایت روز آنلاین هفتم آبان ماه 88 و یا در مصاحبه با رادیو فردا بعد از ظهر آشورای 88 نسبت به باز تولید خشونت و موج رو به تزاید احساسی در جمعیت براشفته و نیز رادیکالیزه شدن شعارهای معترضان ابراز نگرانی شده بود آیا نقد صاحبان قدرت و انتقاد از برخی شیوه ها و معشی ها در زمامداری و نیز انتقاد از وضع موجود را باید با بازداشت و حبس و سلول انفرادی و درخواست مجازات پاسخ داد این روی کرد همان چیزی است که نگارنده بارها در یادداشت‌ها و تحلیل‌های سیاسیش مورد انتقاد قرار داده و به ضرر منافع ملی ایران و به زیان ایرانیان ارزیابی کرده است. گریم تحلیل این جانب که مبتنی است به اندک مطالعات و دانشم در حوزه علوم سیاسی که تا سطح دکترا در آن تحصیل کردم ناصحیح باشد. آیا پاسخ نقد بند است؟ این جانب متهم شدم به فعالیت تبلیغی علیه نظام آیا نقد برخی روش ها و رویکردها و سیاست گذاری ها یا انتقاد از صاحبان قدرت مساوی با اقدام علیه نظام است در علوم سیاسی آموخته ایم که نظام سیاسی شکل و ساخت قدرت دولتی و همه نهادهای عمومی اما سیاسی، اداری، اقتصادی، قضایی، نظامی و مذهبی و چگونگی کارکرد این نهادها و قوانین و مقررات حاکم بر آنهاست. از این منظر و با چنین تعریفی آیا نقد افراد حاضر در ساخت قدرت و یا حتی انتقاد از بخشی از نظام سیاسی یا پرسش از برخی اقدامات و مشیها در حکومت به معنای فعالیت علیه نظام محسوب و ارزیابی می شود؟ مطابق اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به برخی اصول از جمله نفی هر گونه ستمگری و ستمکشی و سلطه‌گری و سلطه پذیری نظامی که قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می کند آیا با همین نقطه عزیمت و از همین زاویه نقد روش ها و سیاست ها یا انتقاد از صاحبان قدرت به معنای فعالیت تبلیغی علیه نظام خواهد بود؟ جرم موضوع ماده 500 قانون مجازات اسلامی زمانی متحقق می شود که فرد یا گروهی مردم را با تبلیغات خود به ضدیت با نظام جمهوری اسلامی و تلاش برای براندازی آن ترغیب و تشویق کند آیا پرسش و نقد و انتقاد از افراد یا بخشی از حکومت را می توان مصداق تبلیغ علیه نظام دانست اگر کسی به نظام برآمده از انقلاب اسلامی مردم ایران در بهمن ماه 57 باور داشته باشد اما به برخی اقدامات و روشهای جاری در حکومت انتقاد داشته باشد چگونه باید دیدگاه های خود را ابراز و نقدها و سوال های خیش را پیگیری کند که مرتکب جرم ماده 500 نشود و آیا اساسا این نحوه مواجهه با منتقدان و صاحبان عقاید مختلف موجب تعطیل اصل آزادی بیان و انصداد باب اصلاح در سامان مدیریت و نحوه اداره کشور نمی شود؟ این جانب بر این باورم که در سیاست ورزی خود روی کردی اصلاح طلبانه و مبتنی و متحد به منافع ملی داشتم کنشی که از یک سو حقوق شهروندان و مشارکت عامه و همدلی و وحدت ملی را بر پایه گفتگو و تضارب آرا و مدارا و تسامح مورد توجه قرار می دهد از سوی امنیت عمومی را بر پایه افزایش رفاه اجتماعی و تأمین حقوق مدنی و بست اعتماد و کاهش شکاف ملت و حکومت تعقیب می کند. از طرفی لوازم دموکراسی از جمله انتخابات آزاد و سالم فعالیت آزاد و امن احزاب و جریانهای سیاسی گوناگون و به ویژه منتقدان حضور و فعالیت توأم با امنیت مطبوعات منتقد و امکان دست به دست شدن قدرت و سیالیت حاکمان را لحاظ و تحقق حاکمیت ملی را پیگیری می نماید همزمان پیگیر صلح و زیست مسالمت جویانه و خارج از برتری جویی و مخاسمه و تقابل جهانی است و سرانجام تمامیت ارزی کشور و تحقق منافع مادی و معنوی کشور در سطح بین الملل را مورد توجه و تمرکز جدی قرار می دهد. آیا کنش مطبوعاتی و سیاسی مبتنی بر چنین مضمون و محتوایی فعالیت تبلیغی علیه نظام است؟ بنده کوشیدم در فعالیت های سیاسی مطبوعاتی خود همواره این آیه و سخن شعای پیامآور الهی را مورد توجه قرار دهم که من قصدی جز اصلاح جامعه تا آنجا که بتوانم ندارم و توفیق من جز به یاری خدا نیست بر رو توکل کردم و به سوی او باز می گردم آیه 88 سوره یهود اگر در این راستا و چارچوب یادداشتهایی در برخی سایت ها چون روز آنلاین و جرس نگاشته شده و یا با برخی رسانه های مستقر در خارج از ایران گفتگو شده است آن هم در حالی که هیچ قانونی چنین اقدامی را جرم تلقی و اعلام نکرده است آیا فائل یا عامل این اقدامات یعنی این جانب مستحق مجازات است؟ اگر نگارنده همراه با جمعی دیگر از همفکران خیش پای بیانیه, ایرا، بیانیه ای را همچون بیانیه مورخ هفته خرداد 88 امضا کرده که در آن تصریح شده است تمامی تلاش اندیشه ورزان و مسلحان جامعه آن است که با رفتاری مدنی و ضمن پرهیز از خشونت در جهت پاسداری از حق آزادی بیان و مطبوعات به منظور تلاش برای اصلاح امور اقتصادی و معیشتی جامعه با تاکید بر رعایت حقوق بشر و برای توسعه همه جانبه کشور مشارکتی بسیار گسترده را در انتخابات 22 خرداد 88 پیگیرند ما امضاکنندگان این بیانیه هم میهنان خیش را به حضور مثبت در انتخابات ریاست جمهوری فرا میخوانیم آیا امضا این دستیدگاه ها مستحق حبس و مجازات است اگر نگارنده دغدغه مردم سالاری و حاکمیت ملی دارد و میکوشد رکن چهارم دموکراسی یعنی مطبوعات آزاد و مستقل پاگیرد و محقق شود آیا علیه نظام تبلیغ کرده یا امر به معروف نموده به وظایف ملی و تعهدات حرفه‌ای خود از منظر یک روزنامه نگار عمل کرده و تصریحات قانون اساسی را یادآور شده است اگر نگارنده بر انتخابات آزاد و سالم و عادلانه تاکید دارد و میکوشد ابهام ها و پرسش ها در مورد چگونگی برگزاری انتخابات در ایران پاسخی منطقی و مستدل و درخور یابد آیا فعالیت تبلیغی علیه نظام داشته است آیا تلاش برای اصلاح رویکردها و سیاستها در نظام سیاسی یا التزام به قانون اساسی و با رعایت تاکیدات این میساخ فعالیت تبلیغی علیه نظام محسوب می شود؟ آیا نقد صاحبان قدرت در جمهوری اسلامی و انتقاد از مدیریت و زمامداری ایشان فعالیتی تبلیغی علیه نظام است در پایان این سخن قرآن را یادآور می‌شوم که ای کسانی که ایمان آورده اید برای خدا به داد برخیزید و به عدالت شهادت دهید و البته نماید دشمنی گروهی شما را بران دارد که عدالت نکنید عدالت کنید که آن به تقوا نزدیکتر است و از خدا پروا دارید که خدا به آن چند می میدهید آگاه است آیه هشت سوره ماعده زنهار که جامعه از وجود منتقدان منصف، اصلاح طلبان و تندوست، تحول متدین، چشمان جستجوگر، زبانهای پرسشگر و اذهان معاخزگر نه گردد و پاسخ نقد بند باشد. چنین وضعی و روی کردی نه با تصریحات قانون و توصیه ها و بینش و روش پیامبر اسلام و دیدگاه ها و شیوه زمامداری امام علی هم خانه است نه با تحکیدات و تصریحات قانون اساسی برامده از انقلاب پنج نسبتی دارد و نه با لوازم و الزامات حکومتی مردم سالار سازگار است نظر به مطالب فوق و با عنایت به اصل قانونی بودن جرم و مجازات امیدوارم دادگاه در رأی خود با این ادعا و باور این جانب همراهی کند که مرتکب هیچ جرم و تخلف و عدولی از قوانین نشدم و آنچه در پرونده اتهامی این جانب ذکر شده در راستای وظایف روزنامه نگاری و تعهدات ملی و مذهبی من بوده است و العاقبت للتقوا مرتضا کازمیان پنجم مهر ماه 1389